هزینه تفریحات تابستانی گران است، اما در این گزارش قصد داریم با توجه به نزدیکی به ایام تابستان و تفریح جوانان، فارغ از هزینه، به کم بودن یا متنوع نبودن تفریح در کرمان بپردازیم. اگر تفریحات تابستانی را شامل استخر رفتن، کلاس ورزش، دوچرخه سواری و کافه و رستوران رفتن به عنوان محبوب ترین و پربسامد ترین تفریحات تابستانی بدانیم، چقدر این تفریحات در کرمان با کیفیت و متنوع هستند. البته تفریحات دیگری هم هست که خاص‌تر و گران‌ترند و در کرمان هم کم گیر می‌آیند، مثل پینتبال، کارتینگ، بولینگ یا بیلیارد. فضاهایی مثل پارک مادر و شهر بازی کرمان شب‌های شلوغی در تابستان دارند، اما این جنب و جوش می‌باعث در دل شهر صورت می‌گرفت و فضای با کیفیت شهری چیزی است که کرمان از آن محروم است. تفریحات در کرمان یا گران است یا ناسالم، یعنی بیشتر انتخاب جوانان برای اوقات فراغت یا کافه و رستوران رفتن است یا ماشین گردی. استخر ورزش گرانی است و یک سانس آن در استخرهای کرمان حدود 150 تومان است. البته اگر لباس و تجهیزات شنا داشته باشید و کلاس آموزشی هم نیاز نداشته باشید. دوچرخه سواری هم در کرمان امن نیست. هنوز شهر کرمان یک خط ایمن دوچرخه سواری ندارد. و اگر شما هزینه هنگفت خرید دوچرخه را هم کرده باشید، جای زیادی برای راندنش وجود ندارد. البته ورزش‌ها و تفریحات نسبتاً رایگانی هم داریم، مثل کوهنوردی و قدم زدن در پیاده روهای نه چندان روشن و غیر هموار کرمان. نظر شما در این رابطه چیست؟ شما برای گذراندن یک شب زیبای تابستانی در کرمان کدام را انتخاب می‌کنید؟ کافه و رستوران یا ورزش‌های گران؟ شهر بازی کرمان یا ماشین‌گردی؟ کوثر نمکشناس، کرمان نو. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.